تا حالا به لوگوی این شرکت ها توجه کردی؟ به نظر چرا این لوگوها موفقن؟ تا حالا فکر کردی چرا شرکت های بزرگ میلیون ها دلار فقط برای یک لوگو یا یه برند ظاهرا ساده هزینه می کنن؟ چرا بعضی از این تصویرها و نمادها قدرت هیپنوتیزمی روی ذهن ما دارن؟ واقعیت اینه که این نمادها تصادفی نیستن، بلکه بخشی از یه زبان مخفی هن که با دقت طراحی شدن تا ذهن ما رو کنترل کنن و تحت تأثیر قرار بدن. بیشتر این نمادها از سازمانهای مخفی مثل ایلومینیاتی میاد و پشت پرده همه این تصاویر یه علم باستانی وجود داره، علمی که عده خیلی کمی ازش باخبرن اما مستقیما روی زندگی هممون تأثیر میذاره. مثلا به این تصویر نگاه کن. این نماد یکی از شناخته شده ترین نمادهای ایلومینیاتیه که روی اسکناس یک دلار روی آمریکا هم دیده میشه. این نماد به ما یادآوری میکنه که همیشه تحت نظارت و کنترل هستیم. این نظارت توسط نهادهای دولتی، شرکت‌ها یا حتی نیروهای نامرئی انجام میشه. این احساس نظارت دائمی به ما احساس استراب و عدم کنترل میده. هرم ناتمام نشون دهنده ساختار سلسله مراتبی قدرته که در اون تعداد افراد کمی به اکثریت مردم حکومت میکنن. به این ستاره شش پر نگاه کن. به این ستاره ستاره داوود هم گفته میشه که تو خیلی از ادیان و فرهنگ ها نمادی از تعادل، هماهنگی و ارتباط بین آسمان و زمینه و گاهن به عنوان نماد شیطان پرستی هم شناخته میشه. چشم همه بین، این چشم که داخل یه مثلث قرار داره و همیشه کنار یه هرم ناتموم دیده میشه، نماد نظارت و دانش الهیه. اما در واقعیت این چشم نماد کنترل و نظارت بر بشریت توسط یه نیروی برتر پنهانه. عدد 33 از نظر فراماسونری ها اهمیت ویژه‌ای داره و به درجات بالای این سازمان اشاره میکنه. استفاده از نمادها برای کنترل مردم و اجتماع به دوران مصر باستان برمیگرده. فرعون ها با استفاده از نمادهای پرقدرت مثل چشم هورس یا مار کبرا یا اهرام ثلاثه مردم رو تحت کنترل خودشون در می آوردن. با این نمادها به مردم القا می کردن که نماینده خدایان هستن و هر کاری که انجام میدن به اذن خدایانه. چشم هورس یا آی آف هورس نماد قدرت، محافظت و شفاست. هر قسمت از چشم هورس نماینده یکی از حواس انسان یا یک بخشی از بدن ماست. مار کبرا به عنوان نماد محافظت و قدرت الهی شناخته میشه. کبرا روی تاج فرعون ها قرار می گرفت و ازشون در برابر آسیب ها محافظت کنه. اهرام ثلاثه نه فقط شاهکار معماری هستن، بلکه نمادی از تلاش انسان برای رسیدن به جاودانگی و ارتباط با آسمان ها هستن. امروزه اما انگار همه چی عوض شده. نمادها همه جا دور و برمون هستن، از لوگو برندهای معروف گرفته تا معماری ساختمون ها و مجسمه ها و حتی آیکون های رسانه های اجتماعی، همه و همه از نمادها استفاده می کنن. این نمادها با دقت طوری طراحی شدن تا پیام خاصی رو به ما منتقل کنن. هر لوگو برای خودش یه هویت و یه داستانی داره. شرکت های بزرگ با طراحی برند های خاص سعی می کنن مستقیم به ناخودآگاه ما نفوذ کنن و به برندشون شخصیت بدن. استفاده از اشکال هندسی ساده مثل دایره، مثلث و مربع توی برندهای مختلف معانی خیلی عمیقی دارن. مثلا دایره نماد کامل بودن و وحدته، مثلث نشونه قدرته و مربع نماد ثباته. و اگه دقت کنی میبینی که این اشکال توی همه جای زندگی ما هستن، از معماری گرفته تا طراحی لوگو و برندهای مختلف. حتی در مورد پرچم کشورها و نمادهای مذهبی هم این داستان وجود داره. پرچم هر کشوری به عنوان یه نماد قدرتمند حس تعلق و اتحاد رو بین مردم ایجاد میکنه. وقتی پرچم کشورمون رو میبینیم یه حس غرور و افتخار بهمون دست میده. این نشون میده که نمادها میتونن احساسات خیلی قوی رو در درون ما بیدار کنن، تا جایی که بعضی آدمها حاضرن به خاطر پرچم کشورشون جونشون رو بدن. در مورد ادیان هم همینه. ادیان مختلف از زبان مخفی نمادها استفاده میکنن.
دارن. مثلا صلیب برای مسیحیا، ستاره داوود برای یهودیا و هلال ماه برای مسلمونا نمادهای فوق‌العاده مهمی هستن و به مذهبیون این احساس رو میدن که به یک جامعه معنوی بزرگ تعلق دارن. نمادهای جورایی زبان بین المللی هستن. بدون گفتن حتی یک کلمه میتونن مفاهیم پیچیده رو به راحتی منتقل کنن. جالب این که این انتقال اغلب در سطح ناخودآگاه انجام میشه. ما ممکنه حتی متوجه نشیم چرا از یه برند خاص خوشمون میاد یا چرا به یه ایده خاصی اعتقاد داریم. چون نمادها میان توی پس زمینه ذهن ما کار میکنن و تصمیمات مهم زندگی ما رو شکل میدن. سیاستمدارا و تبلیغ کننده ها هم از این قدرت به خوبی آگاه هستن و ازشون برای شکل دادن به افکار عمومی استفاده میکنن. تا حالا به نمادهای عجیب و غریبی که روی پولهای مختلف دنیا هک شده دقت کردی؟ فکر کردی این طرح‌ها فقط برای زیبایی هن؟ ما همیشه فکر میکنیم که پول فقط یه وسیله مبادله است. اما واقعیت چیز دیگه ایه. پول نماد قدرت و کنترله. از زمانهای قدیم حاکمان و قدرتمندان از پول برای کنترل مردم استفاده میکردن. نمادهایی که روی اسکناس‌ها و سکه ها میبینیم صرفاً یه سری تصاویر تصادفی نیستن. این نمادها ریشه در اسطوره ها و باورهای کهن دارن و حاوی پیام‌های پنهانی هستن برای کنترل ذهن و هدایت افکار شما. مثلا عدد 13، این عدد توی خیلی از فرهنگ‌ها با بدشانسی و نحسی مرتبطه، اما در واقع عدد 13 نشون دهنده تغییر و تحول و شورشه. تو زمینه پولی این عدد به معنی کنترل تحولات اجتماعیه. در واقع سیاستمدارا با استفاده از این عدد سعی میکنن وضعیت موجود رو حفظ کنن و از شورش ها جلوگیری کنن. اما این فقط یه بخشی از پازله. نمادهای دیگه مثل صلیب، مار، شیر، عقاب و خیلی نمادهای دیگه توی پولهای مختلف دنیا به کار رفته. به این نوشته روی این پول دقت کن. این عبارت به زبان ساده تر به معنی نظم جدید جهانیه. یکی از مشهورترین عباراتیه که روی اسکناس های خیلی از کشورها دیده میشه. این عبارت که به لاتین هک شده فقط یه عبارت زیبا نیست، بلکه حاوی یه پیام خیلی مهم در مورد تغییر نظام جهانیه. و زمانی که با نمادهای دیگه مثل چشم همه بین و هرم ترکیب میشه، خبر از یه قدرت نامرئی و یه نظم جهانی جدید میده. اما چرا این نمادها روی پول هک میشن؟ جوابش ساده است: برای کنترل جوامع مختلف. بیشترین ابزاری که ما طی روز باهاش ارتباط داریم پوله. پس بهترین ابزار برای کنترل و برنامه‌ریزی اجتماع همین پوله. از اون طرف مغز انسان تصاویر رو خیلی سریع‌تر و راحت‌تر از هر متن و نوشته‌ای پردازش می‌کنه. پس نمادهایی که روی پول هک میشن بدون اینکه متوجه بشیم توی ذهن ما نقش می‌بندن. حالا هر بار که از پول استفاده می‌کنیم یا هر بار که پولی رو رد و بدل می‌کنیم، این پیام‌ها توی ذهن ما تقویت میشن و به مرور توی ناخودآگاهمون ثبت میشن. حتی ارزهای دیجیتال و رمز ارزها مثل بیت کوین، کریپتوکارنسی‌ها که به عنوان جایگزینی برای سیستم مالی سنتی اومدن، اینا هم همشون مثل پول‌های فیزیکی نمادین هستن. امروزه کنترل اجتماعی به روش‌های ظریف‌تری انجام میشه. برعکس قدیم دیگه خبری از زورگویی و خشونت نیست، بلکه امروزه قدرتمندان و حاکمان با دستکاری ادراک جمعی افکار و رفتار مردم رو کنترل میکنن. دفعه بعد که به یه اسکناس یا لوگوی شرکتی نگاه میکنی، خیلی فراتر از یه عکس ساده رو میبینی. اما این آگاهی به هیچ عنوان نباید باعث ترست بشه. باید بهت قدرت بده که کنترل زندگی تو دست بگیری. تا حالا به آیین‌ها و مراسم مذهبی و عرفانی دقت کردی؟ مراسمی مثل عرفان حلقه، آیین‌های مذهبی مسیحی، هندو، حتی اسلام طوری طراحی شدن تا توده مردم رو تحت کنترل در بیارن. از زمان قدیم یه عده خیلی کمی از افراد فهمیدن که با استفاده از بعضی از ترفندها میتونن روی ذهن بقیه تأثیر بذارن. این ترفندها توی مراسم‌های مذهبی، عرفانی و حتی سیاسی به کار میره. توی این مراسم‌ها میان با استفاده از نمادها، حرکات خاص و انتخاب مکان‌های
خاص روی احساسات عمیق ما کار میکنن و انبوه مردم رو به یه جهت خاصی هدایت میکنن. آیین‌های مختلف باعث ایجاد حس وحدت و همبستگی بین مردم میشه. وقتی همه با هم یه حرکت خاص رو انجام میدن، احساس میکنن بخشی از یه کل بزرگترن. این حس تعلق میتونه افراد رو به انجام کارهایی وادار کنه که تو شرایط عادی هرگز انجام نمیدادن. انتخاب مکان برای برگزاری این مراسم ها اصلاً تصادفی نیست. مکانهایی مثل معابد، کلیساها یا حتی مساجد با معماری و نورپردازی خاصی طراحی میشن تا روح و روان مردم رو تحت تأثیر قرار بدن. موسیقی با ریتم و ملودی خاص میتونه روی احساسات آدم ها تأثیر بذاره و اونا رو به هیجان بیاره. سخنران های ماهر با استفاده از کلمات خاص و بیان احساساتی میتونن آدم ها رو به سمت خودشون جذب کنن و اونا رو قانع کنن که به هر چیزی باور داشته باشن. اولین قدم برای رهایی از این برنامه ریزی اجتماعی آگاهی از وجودشونه. با شناخت نمادها و معنی اونها میتونیم در برابر تاثیرگذاری اونها مقاومت کنیم. مغز ما یه ابر کامپیوتر قدرتمنده، اما متاسفانه این ابر کامپیوتر به راحتی هک میشه و نمادها مثل ویروس‌هایی هستن که میتونن به این کامپیوتر نفوذ کنن و برنامه‌هاش رو تغییر بدن. با تکرار مداوم یه نماد یا یه ایده، ناخودآگاه ما اون رو میپذیره و به بخشی از باورهامون تبدیل میشه. با شناخت نمادها و تأثیر اونها بر روی روانمون میتونیم به جای اینکه قربانی تبلیغات و رسانه‌ها بشیم، خودمون تصمیم بگیریم که چه چیزی رو باور کنیم و چه چیزی رو رد کنیم. برنامه ریزی اجتماعی واقعیت و همه ما تحت تأثیرش هستیم، اما با آگاهی و تمرین میتونیم از این تأثیر رها بشیم و زندگیمون رو به سمت رشد و تعالی پیش ببریم. امیدوارم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه. مثل همیشه دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.